هر قدر کوشش کنید کسی را تباه و برباد کنید، اما تباه و برباد آن شخص نمی شود. این در تقدیر نوشته هست که تو خوبی کرده برو، کار نیک کرده برو، به لبهای غم زده مردم لبخند را ارزانی بدار. باز ببین که رحمت الهی، کرم الهی، شان الهی و کرم الهی چقدر بالاست. این خانم که شما در اینجا، در این صدایی که من اینجا میگذارم ببینید، این در مشکل بود. این میگوید که من همیشه میدیدم که اکثری مردم جاهل و مردم بیفرهنگ و مردم که در جهالیت و در جنگ و در این چیزها از دوستان خدا به دور بودند و این چیزها علم ندارم به جز از خودخواهی، اینهایی که کامنت های بد میگذاشتن، دشنام میدادن. این میگفت که من به پیش هر ملا و مولوی و هر ملا و مولوی رفتم، در هر جا رفتم، اما دعای من قبول نشد، مشکل من دور نشد. چی میگوید؟ که من گفتم که آیا این ظریف بابا هر روزه مردم اکثر، یعنی از 10,000 نفر که میبیند، 100,000 که نفر که میبیند، 500 تا دشنه میآید، در ویدیو کامل میشود، آیا من گپ این جایله ها را گوش بدهم یا گپ ظریف بابا؟ کی بر حق است؟ آیا این دوست خداست یا که اینها بدگویی میکنند؟ آیا گپ از اینها واقعیت دارد؟ میگه که بگذارم که دعای دوست خدا را، ولی خدا را یک بار بگیرم که آیا اینها راست میگویند یا ظریف بابا دوست خدا راست میگوید. این خانم میگوید که من امتحان کردم و از دل و جان نام یا ظریف بابا را خواندم و این مشکل من دور شد. این صدا را خود شما بشنوید. و سلام بابا ظریف، من از سوئد براتون پیام میذارم. من امروز یه مشکل خیلی بزرگی بود که پسرم داشت، خیلی دعا کردم، بعد اسم شما رو خیلی گفتم، البته بعد از نام خدا اسم شما رو خیلی ازت خیلی کمک خواستم و مشکل ما حل شد. واقعا خواستم که ازت تشکر بکنم از خوبیهات، از مهربونیهات، از کلیپ های خیلی قشنگی که میذاری، آموزنده و خیلی انسان دوست، و خیلی متاسفم از اون آدمایی که اینقدر متاسفانه از نظر فکری پایین هستن که اگر کسی رم قبول ندارن لااقل میتونن توهینم نکنن. و خیلی پیام های کومنترهای خیلی توهین آمیز من میخونم راجب شما زیر کلیپ های شما، و این خیلی، من واقعا برای اینجور افراد متاسفم. ولی من به نوبه خودم بعد از اسم خدا اسم تو رو خیلی آوردم و امروز مشکل من حل شد. خواستم که فقط بهت گفته باشم و باز مجدداً ازت تشکر بکنم به خاطر کلیپ های خیلی خوبت و آموزندت که من همیشه گوش میکنم. امیدوارم که همیشه زنده باشی، سالم باشی و سلامت. بعد این خانم میگوید که من همیشه فکر میکردم که آیا اینهایی که کامنت بد میگذارن آیا اینها راست میگوین؟ آیا ظریف بابا راست میگوین؟ اکثر مردم در غلط فهمی از بابت بعضی کامنت ها می آید و مردم می گویند که آیا این مردم راست می گویند یا ظریف بابا. و البته این خانومه که از دل و جان ایمان آورد، عقیده کرد، زندگیش عوض شد. و خود خدا در قرآن شریف می فرماید که من هر زمان در هر لحظه در این روی زمین دوستان خود می فرستم برای دعا دادن به مردم، برای گرفتن دست مردم و برای هدایت بشریت، با پیام عشق و دوستی، با پیام محبت برای تمام بشریت.
این پیام خدا در قرآن است که من هر زمان خلیفه خود، اولیای خود، دوستان خود، و این پیام خداست. بیشک دوستان خدا همیشه بر حق هستن. ما باید ایمان داشته باشیم، نباید مرده پرست باشیم. هر کس که مرده هست، شماها آن را دوست خدا میگویید، ولی خدا میگویید. هر کسی که اگر زنده باشد، آن را دشنا میدهید. نباید مرده پرست باشید. و این خداست که یک گناهکار را هم میتواند ولی بسازد. و این خدا هست که خداوند وظیفه میدهد، یک انسان را حکم میدهد خداوند که برو بنده های مرا محبت بده، جهان را به سوی صلح و آشتی دعوت کن و مردم را دعا بده تا زندگیشان عوض بشود، و مردم را یاد بده که نیکی بکنند. از بدی چیزی ساخته نمی شود و دیگه مسائل. و این خداست. بیشک نباید ما گمراه شویم، باید ما به دوستان خدا ایمان بیاریم، دوستان خدایی که از دنیا رفته هن و دوستان خدایی که زنده هن. و اگر کسی که شماها خوشتان بیاید و خدا آن را ولی بسازد، این قسم نیست. هر کسی که خدا خوشش آید، خدا آن را دوست خود میسازد، ولی خود میسازد. اگر زن باشد یا مرد، خداوند دوست خود میسازد. این چنین که خداوند حضرت مریم را دوست خود ساخت که برای حضرت مریم، مادر حضرت عیسی علیه السلام، از جنت، از بهش میوه می آمد. حضرت عیسی بچه دامان مادر به سخن زدن آمد، گواهی داد که مادر مریم پاک هست، قدیسه هست. بیشک و خداوند مرد و زن را دوستان خود قرار می دهد، مگر تقوا و پریزگاری، و مگر از دستشان از زبانشان بر کسی آزار و اذیت نرسد و برای تمام بشریت و محبت بدهد و کسی را نکشد. و خلاصه هر کسی را کمک و یاری کند، هر چی که از دست آن میرسد کمک و یاری کند. و شما را دوست دارم، در پناه خدا باشید. و یک چیز آخر، اگر شماها برای من در واتساپ پیام میدهید، اگر من جواب شما را نمی دهم، شما فقط نام خود را، اسم خود را، فقط اسم و اسم شما کافی هست، پیام بفرستید و بگویید که این مشکل دارم و دعا کنید. انشاءالله من هر وقت که فرصت داشته باشم پیام شما را می خوانم و برای شما دعا می کنم. دعای اوتار ظریف بابا همیشه با شماست. خداوند شما را خوش و کامیاب داشته باشد. Yüzün şemsi kamer, gözlerin nurdu, ayın hilaline benzer kaşlarım, benzer kaşlarım, 18 bin ayı. Kevser'i